میگن ورزشکارا خرافاتی ترین مردم دنیا، ولی اشتباه میکنن، گارسونا خرافاتی ترن. اینم سالادتون. نمک ریختم. هیچ مشکلی نیست. چطور مشکلی نیست؟ حالا حتما بینمون یه دعوایی پیش میاد. خانم من قصد ندارم با شما بحث کنم. ممنون. اینم شرابتون. حواستون کجاست؟ اول نمک بعد شراب. مدیرتو صدا کن. من که گفتم دعوامون میشه. ممنون. ممنون از شما. خدافظ. خدافظ. بازم تشریف بیارین. گارسونا به همه خرافات دنیا اعتقاد دارن. گرد و خاکه. تو رستوران گربه چی کار میکنه؟ موافقم، ولی اگه واقعا بود یه گارسون حتما همین کارو میکرد. ولی مهمترین خرافات در مورد مشتری اوله. اگه مرد باشه همه چی عالی میشه، ولی اگه زن باشه باید منتظر اتفاقای بد باشیم و فکر پاداشم از سرمون بیرون کنیم. سلام. سلام. ببخشید رستوران هنوز باز نشده. رو در نوشته ساعت 11 باز میکنیم. الان ساعت 11:02 است. خب حتما ساعت شما جلوه. سالاد فرانسوی آب بدون گاز. من دارم بهتون میگم این سالاد فرانسوی نیست. من فرانسه بودم، خوب میتونم سالاد فرانسوی رو از این آشغال تشخیص بدم. باور کنید این سالاد فرانسوی ترین سالاد فرانسوی تو مسکو. آخه تو چی میفهمی؟ معلوم نیست گارسوناشون از کدوم دهات آوردن. با توجه به اطلاعاتون از سالاد فرانسوی فکر نکنم خودتونم مسکوی باشید. همین الان مدیر رستوران رو صدا کنین. سلام، چه اتفاقی افتاده؟ شما کی هستین؟ اسم من ویکتوریا است. من مدیر این رستوران هستم. من نمیدونم شما چطوری به این منصب رسیدین، ولی شما مدیر واقعا افتضاحی هستین که همچون بی عرضه هایی رو استخدام کردین. مراقب حرف زدنتون باشین. از رستوران ما خوشتون نمیاد مجبور نیستین بمونین. میتونین از الان دنبال شغل جدید بگردین هر دوتون. این میتینگ خارج از برنامه چیه؟ رئیس شوی موتور سواری داریم. ای بله دیدی؟ رسیدیم، پیاده شو بچه. باشه. خب حالا نوبت منه. بزن بریم. محکم منو بگی پسر. خوش بگذره. چطور بود، ترسیدی؟ نه بابا، اون ایربگای خوشگلش تو دستم بود. من دوست دارم موتور خودم سواریش بدم. رئیس بگی باهمون بیاد سودا، ما هم سواریش بدیم. دهنتون رو ببندیم با اون ذهن خرابتون. برگردین سر کارتون، وگرنه موتورتون رو پیاده میکنم. کسافت. بی تربیه. برو. کی گفت اصلا تو حرف بزنی؟ خودم درستش میکردم. فهمیدم فهمیدم. باشه. نه ترس بابا، چیزی نمیشه. باشه درستش میکنم. باشه باشه. سلام. سلام دیدی چی بلا دریش. راک میگم، ولی میخوام ببینم تو دیوونه شده. منظورتون چی؟ تو باسه چی با زن سرنگ بد حرف زدی؟ آدم معمولی تر نمیتونستی پیدا کنی؟ یا آدم معمولی پیدا میکردی باش بد حرف میدادی؟ نه زن سرنگ. برو گم شو دیگه. دیگه کارمون تموم شد، دهنمون رو سرویس میکنن. حالا ببین اداره مالیات میاد، آتش نشانی میاد، همه میان. ویکتوریا سرگیونا، من بودم که به اون خانم بی احترامی کردم. وای وای وای، محافظه ببین، بچه تو هنو دهنت بوش شیر میده. هر خره این کارو کرده باید بره معذرت خواهی. دست هم دیگر میگیرین، بعدش هم میرین، فهمیدی؟ میخوام به پاش بیفته، التماس کنین ببخشتتون، وگرنه اخراجه هر دوتون. بعدش اگه گریه کنین، خودکشی کنین، باز نمیبخشم اتون. Return again to chase the core far away.
اشتباه داری میبری. واقعا؟ پس نشونم بده ببینم چطوریه. اینطوری ببین، از اینجا. فکر میکنی ماهی خوشحاله که چهار دستی میباریمش؟ ماهی رو نمیدونم ولی من که خیلی خوشم میاد. من میتونم بهت یاد بدم چطوری گوشتو ببری. گوشتو هر احمقی میتونه تیکه کنه. من یه احمقی رو میشناسم که نمیتونه جز بریدن ماهی هیچ کاری دیگه بکنه. یکاتریانا بیا دفتر من. این انفجار هورمونی چیه تو آشپزخونه من را انداختی؟ کدوم انفجار؟ من فقط دارم با تیم کاریم هماهنگ میشم. نمیشه خودتو بدون تحریک کردن وفق بدی؟ نمیشه به من درس زندگی ندی. من خیلی وقتی که دیگه 15 سالم تو آشپزخونه من همیشه 15 ساله میمونی. من بهت اجازه نمیدم. کجا میری؟ های مادام، این خانم بی تربیت اینجا چیکار میکنه؟ آشپزی چی کار میکنی ها؟ آشپز زن تو آشپزخونه تو؟ بابا دیگه میدونی کی آوردتش دیگه. آشپز غذای مولکولی، هر کاری کردم بندازمش نتونستم. تو برای چی اومدی؟ واسه چند ساعت ماشین لازم دارم. ماشینتو میدی؟ فقط تو رو خدا مراقب باش. الان نگران کی هستی؟ ماشینت یا من؟ هر دوتون به خدا. قربونت برم. من عزیزی. مشکلمون الان توی سالن فیتنس سه تا محله اون ورتر. تو از کجا میدونی؟ از روی شواهد. ساعت 11 صبح اومد اینجا. یعنی کار نمیکنه. تقریبا هیچ آرایشی نداشت. و شلوار جین پاش بود. پس یعنی با کسی قرار نداشت. فقط یه سالاد سفارش داد. میخواسته قبل از ورزش سبک بخوره. بعدش هم رسیدن به اون هیکل بدون ورزش ممکن نیست. و نزدیکترین سالن فیتنس های کلاس سه محله اون ورتره. یعنی از روی این چیزا الان مطمئنی؟ تقریبا. مدرک دیگه اینه که آنجلینا باهاش توی گروه یوگاست. خلاصه که من میرم اونجا التماس میکنم ببخشتم. واسه اخراجمونم تو التماس کردی. این بار خودم درستش میکنم. روز بخیر. شمایی دیر اومدی. من میخوام. ولی من میخوام شما برین گمشین. ما نمیتونیم گمشین. ما حامله ایم. چی؟ آخه میدونین زنم 30 سالشه. این اولین حاملگیشه. جفتمون هم همش عصبی هستیم. واسه همین سر شما خالی کردیم. شما ما رو ببخشین. به خاطر ژنیا کوچولو. ژنیا کوچولو؟ اگه ما رو اخراج کنن چطوری خرج این بچه رو در بیاریم؟ خیلی خوب. ما هر حال بچه گناهی نداره که پدر مادرش بد کار میکنن توی یه جای بدتر. خیلی ازتون ممنونی. بله. از طرف من و زنم ممنونی. بله عزیزم بیا بریم بخشیدنمون. این الان چی بود؟ هنر بازیگری حرفه‌ای. حال کردی؟ وای کیفم اونجا گذاشتم. وایسا من میرم. بدبخت شد. تموم شد. زنگ میزنم به شوهرم. در اون رستورانتون رو تخته میکنه. حتی اگه همه تون حامله باشین. ویکتور گوشید زنگ میزنه. آها سلام لیوا. چی میخوای؟ لیوا چیزی نمیخواد. دخترت کمک لازم داره. باید از خونه مامان اسباب کشی کنم آپارتمان خودم. تو ساعتو دیدی آیا؟ من نمیتونم الان. باشه از فدیه کمک میگیرم. خیلی خوب باشه الان میام. کی زنگ زد؟ لیوا. پس به من دروغ میگیاره؟ از کیت حالا کاتیا معنیش میشه لیوا. عکسشو دیدم. آشپز جدیدته. آره. یعنی نه. یعنی لیوا بود بعد با گوشی کاتیا زنگ میزد. اینا با هم رابطه دارن. کی؟ لیوا و کاتیا دیگه. عشق در نگاه اوله. لیوا و احساس آدم دست خودش نیست که کاتیا میخواد بره خونه اون زندگی کنه. لیوا هم دوست داره تعمیرات کنه. هم من خواسته کمکش کنم مبلمانو جا به جا کنه. ماره ساعت 9 شب مبلمان و عاشقه آخه به ساعت مگه کار دارن؟ ای آخه چطوری تونستی کیفتو فراموش کنی؟ حتما برداری حافظمو ضعیف کرده. ویکا!
رو خدا منو ببخشید آقا. حالتون خوبه؟ حالتون خوبه؟ خوبی؟ 5000 تا بدی خوب میشم. صبر کنی شاید بهتر باشه اول بریم بیمارستان. 5000 تا. احساس میکنم اسباب کشی نمیکنی، داری از مادرت فرار میکنی. وسایلتو نمیتونستی درست بسته بندی کنی؟ خودت وقتی از مامان فرار میکردی وسایلتو درست بستی؟ وای. الو فدیه توی؟ سلام. نه کمک نمیخوام، خودم تاکسی گرفتم. مرسی. چی بی؟ چی؟ دارین میرین بار؟ باشه عزیزم میام. زبون خوشحالیت نمیشه؟ بابا سعی نکن ادای باباهای خوبو در بیاری، بهت نمیاد. باشه یک بابای بدی در بیارم. ماکس فکر مزخرفیه. رادیون سرگیج، واسه تون یه پیشنهادی دارم. ما میکنم برای هر دوتون سود داشته باشه. من الان وضع مالیم خرابه، پیشنهاد قبول نمی کنم. سلام. سلام. باید خودتونو مندازین زیر ماشین در ازای پول. طبق تعرفه تثبیت شده همکاران هزینه این کار 5000 روبله، برای شما 3000. ماکس اگه رادیون سرگیش واقعا آسیب ببینه چی؟ نه فکر مسخره و خطرناکه، من بهت اجازه نمیدم. باشه هرچی تو بگی. اگه حرف ویکتوریا رو درست متوجه شده باشم عملیات کنسل. نه دوست عزیز، حرف زنها رو گوش کن و برعکسش عمل کن. صبح بخیر. صبح بخیر آرسنی. خیلی هم بخیره. سلام فدیا، یادم میدی ماهی پاک کنم؟ یاد دادن نداره که، برمیداری پاک میکنی دیگه. وای 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 وای، دختره به این جوونی و خوشگلی چرا از مردا خوشت نمیاد؟ من خیلی خوشحال بود، نگران نبود، تو تنها نبود، منو داشت. لویی اینجا چه خبره؟ همه فهمید که تو همجنسگرایی، دیگه هیچکی دوست نداشت با تو شوخی کرد. من؟ رئیس اینو سیکرت به من گفت. من خودم از همون اول فهمیدم، فوری فهمیدم. الان تو دفترشه؟ نه امروز نیومد. چطوره همتون به من زل زدین ها؟ این حقیقت نداره، من سالمم. البته منم سالم بود بچه ها. ثابت کن. چطوره؟ میخوای با یکی از مرداتون بخوابم؟ من موافقم. آها دیگه چی؟ یا حداقل ببوس، لب بگیر از من. چرا از توی دیوونه؟ از منم میتونه. بگیر. خودت قطعی نکن خودم. برای اینکه منصفانه بود باید رأی‌گیری کرد. لیوو این از کجا اومد؟ اون حتی اینجا نیست. من اسمشو انداختم، بالاخره لیوو هم زن لازم داره دیگه. خیلی خوب، این مرد خوشبخت کجاست؟ آه اینم از دومادمون. صبح خیلی لیوو. لیوو من دیروز اومدم پیش تو مبلمان جدیدی که برای کاتیا خریدیم و جا به جا کنیم، چون شما عاشق هم شدیم، فهمیدین؟ نه خیلی بهتون تبریک میگم. بابت چی؟ لیوو خجالت نکش بابا، در جریان همه چیزین هست. تو و کاتیا داریم با هم زندگی میکنین، میخواین ازدواج کنین، زندگی نو مبلمان دیگه احمق. خوب داری عروسی میکنی؟ نه مثل این که ویکتور از زندگی تو بهتر از خودت خبر داره. من فقط مثل این اوگیزوز هم سراخ نیست. چرا من احساس میکنم دارید با من بازی میکنید؟ با چه بانمه؟ سلام. برم سر کارم. بله لیوو، مثل این که واقعا دوستتون داره. خوشبخت بشین. ویکتور میشه من برم بازار؟ برو اون بره بازار. من برم.
این یعنی چی؟ نورد بون دوزا این یعنی چی؟ چی؟ تپ 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 دیر کردین رادیون سرگیچ، گوش کنی. ببخشید. بله؟ الو ماکس، تو چرا سر کارت نیستی؟ من و رادیون سرگیچ داریم سعی میکنیم که یه نفر از اخلاط شدن نجات بده. فکرشم نکن. ببخشید، نمیتونم صحبت کنم. فیلم کم کم داره شروع میشه. الو ماکس. احمق. آنجلینا، باید برم یه جایی، زود میام. تو چی کار داری میکنی احمق؟ سعی کردم وجود واقعیمو ثابت کنم. همین الان میخوام بری بهشون حقیقتو بگی. تو با اون لهجه و اون ریخت و با اون بخت و با اون تخ منو بیچاره کردی، همه رو دیوونه کردی. زود برو آشپزخونه کارتو بکن دیگه. حالا خواهیم دید. همه توجه کنین، براتون دوتا خبر دارم. خبر اول این که من همجنسگرا نیستم، خبر دوم این که ویکتور پتروویچ با من زهر مار. بیا ببین با من اتمن دوست پسرشه دیگه. دوست پسرش؟ نه، پس پدرش. واسه همین بود که وقتی ما دورو برش میچرخیدیم عصبی میشد دیگه. پس واسه یه چی منو بوسی؟ برو بابا، تو اصلا تو باغ نیستی. من از همون اول فهمیدم، خیلی زودم فهمیدم. ظاهرن حرفا همو بهتر میفهمن. نه الان همونجا حرفاشونو به همدیگه میفهمونن. آلاله، من باید با اتیاد خودمو بندازم جلو ماشین. ببین بعد شما پیداتون میشه ماکسیم. میگین از اون صحنه فیلم گرفتین و خواستتون رو ازش میخواین. خب بعدش بذار ببینم بعدش چی میشه. عالیه، بذار بریم. همین ماشین است، برین رادیون سرگیچ. دیوونه شدی آقا، بیام کلتو بکنم. تو جنه خانوم نیستی. الان خانومو نشونت میدم. برو گمچه ببینم. هر کی پشت کو میاد یه شاسی بلند میخره، آدم نمیدونه خودشو با زیر کدوم بندازه. ماکس، حامل بازم توی این سیرک مسخره‌تو تموم کن. قبل از اینکه بهت بخورم ترمز کردم. من افتادم رو آسفالت بابا. فهمیدم این نقشه رو من تأثیری نداره، فهمیدی؟ اگه میخوای از آسفالت باج بگیر. یه بار دیگه هم ببینم نه تنها از رستوران، از مسکو هم میندازمت بیرون. سر میزنه شبر. ویکا، ویکا، شما این هیچ کس حرفتونو باور نمی کنه، حتی مدرکم نداری. خانم محترم، فکر میکنم اشتباه میکنین. این دستگاه هوشمند نه این تصادف تصویر برداری کرده تا پیکسل آخرش. اینم از مدرک. خیلی دوست دارم بدونم شوهرتون وقتی این فیلمو ببینه که شما یعنی زنش یه زن حامله بیکار رو زیر میکنه چی میگه. باشه مراقب باشه. سبون رادیون سرگیچ، نشون بریم ببینم چی فیلم گرفتیم. آه، متاسفم این دوربینا تو سلاش خال بینه کردم. معمولا مدل هایی که کار میکنن اونجا پیدا نمیشه. حالا ما این چیزی پرمون نمیگه. عجب، شما پوکرباز خوبی میشی. ببخشید، بیا بریم. پوکر رو پوکر گفتی؟ پوکرم خوبا، برم یه دو دست پوکر بزنم. خیلی خوب، اینم بگیر.
ویکتور گوشیت زنگ میزنه. سلام لیبو جان، چی میخوای بابا؟ حالا معلوم شد چه مبلمانی رو دیروز جا به جا میکردی ویکتور خان. سلام، ویکتور پتروویچ کجاست؟ ویکتور پتروویچ رفت، اون با ماشین رفت. کجا با ماشین رفت؟ ماشینش دست من بود. خب با تیمور رفت، گوش بخر. اینجا چه خبره؟ مگه سر سرت سلامه؟ اه بیا. الینا چی شده؟ چی شده ویکتور؟ این شده، ولی بیشتر از هر چیزی میخوام بدونم چرا این تو ماشین تو پیدا شده. وای سوتیان منه. عالیه، حتی انکارم نمیکنه. انکار نمیکنم که من سوتیان میپوشم. الینا جان اشتباه متوجه شد. چطوری باید متوجه میشدم؟ دختر نشست تو ماشینت، بعد گرمه شد، لباساشو در آورد. الینا، الینا وایسا، بعد از همون اول من بهت میگفتم اگه میخواستی آدم درستی باشی اصلا پشت سر من تو آشپزخونت رابطه عشقی را نمینداختی. بابا رابطه عشقی چی؟ کاتیا دخترمه. من از همون اولشم فهمیدم، دقیقا فوری هم فهمیدم. ماکس تو مغز نداری خودتو میندازی جلوی ماشین؟ در عوض احساس کردم که مثل آنا کارنینا شدم، ولی بازم من به خرافات اعتقاد ندارم، مخصوصا به خرافات بد. دیوونه. چون چیزی که ما نشونه یه بدشانسی میدونیم در نهایت میتونه تبدیل بشه به بزرگترین پیروزی ما. مشکلاتو هم معمولا خودمون واسه خودمون درست میکنیم، بعد خودمون هم حلشون میکنیم. من نمیدونستم تو همچین پدر بد اخلاقی هستی. منم نمیدونستم تو اینقدر حسودی کل گوجه ای. چه جورم جونم. برای اینکه همه چی خوب پیش بره باید به خودمون باور داشته باشیم، نه به خرافات. البته بجز این گربه سیاهه. So kiss me.